در اندرون من خست دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. آرامش درون با دکتر پژوهشگر و محقق بانو میترا بابک، برنامه از رادیو آزادگان. گرمترین درودها خدمت شما بانو میترا بابک عزیز، دوستی که بهش افتخار میکنم، انسانی که قلبی مملو از عشق و محبت داره، فردی که ایرانی ها به وجودش افتخار میکنن و هر هفته دنبال ایشون هستن که راهی برای رهایی از دردها نشونشون بده و به قول یکی از دوستان، بانوی چراغ به دستی که روحیه های ما رو بهتر میکنه و دنبال علاج برای روح همه ما هست که زخمی است. درود بر شما و امیدوارم که حالتون خوب باشه بانو. ای عزیز دلم، شما منو شرمنده میکنید. سلام و درود به شما و همه عزیزان دلم واقعا که لطف میکنن برای این برنامه، ایمیلاشون رو میفرستن یا میان روی خط، درد دلاشون رو با من و شما میکنن تا من و شما و همه اولا بیاموزیم از این درد دلها و بعد راه و چاره‌ای و یا به قول شما یه چراغگاهی براشون پیدا بکنیم که بتونن حل کنن این مشکلات رو. در هر صورت از شما تشکر میکنم به نوبه خودم و از طرف مردمی که در طول هفته در هر ساعتی زنگ میزنن و میگن به محض اینکه گوشی رو برمیدارن میگن که دکتر ما خیلی درد داریم و فقط به شما اعتماد داریم و این یک دنیایی میارزه. خوشا به سعادتتون که اینگونه محبوب و مورد اعتماد مردم هستید. خب نامه ها خیلی زیاده بانو، اگر که اجازه بفرمایید بریم سراغ اولین ایمیل. سلام خانم بابک، مرسی از وقتی که در اختیار من قرار دادید. من از اواسط عید با پسری آشنا شدم که از طریق پسر خالم به ویلاشون شمال رفتیم. ما خیلی از هم خوشمون اومد، ولی من میدونستم که یک رابطه دیگه هم داره. اما خب همه چیز خیلی سریع پیش رفت و ما دوست شدیم و از مسافرت هم که برگشتیم منو با خانوادهش آشنا کرد و چند مهمونی رفتیم. برخلاف تصور من که فکر میکردم از شمال که برگردیم همه چیز تموم میشه، نشد، جدیتر شد. حتی اسم تولد و همه روز با هم در تماس بودیم. به من میگه با هم خیلی خوشحاله، آرومه، ولی اون رابطهش بی دلیل و به هم نمیزنه، چون میگه اون هیچ بدی به من نکرده. روزایی که با هم هستن به من میگه خودم زنگ میزنم، منم صبر میکنم و بلا فاصله بعد از اینکه ازش جدا میشه به من زنگ میزنه و اگه بشه میاد دنبالم. میخوام بگم خیلی به من احترام میذاره و اسم و واسم ارزش قائله. اصلا نمیتونم ازش دل بکنم. به نظر شما این رابطه غلط نیست؟ من میخوام بدونم باید چی کار کنم. احساس میکنم وقتی این صبرم رو میبینه بیشتر ازم خوشش میاد، ولی زمانهایی که با اون دوست دخترش هست من واقعا اذیت میشم. اگه میشه بگی چی کار باید بکنم. عزیزم، کار شما خیانت بسیار بسیار بدیه. اون آقا توی رابطه دیگه است و اون خانم اطلاع نداره که ایشون داره خیانت میکنه. شما هر دو دارین به خود و اون خانم خیانت میکنید. در ضمن آقایی که توی رابطه هست و به قول خودشون هیچ مشکلی با اون رابطه نداره، به چه حقی وارد رابطه دیگه میشه در صورتی که تو اون رابطه مانده و هم خدا و هم خورما رو میخواد نگه داره و شما رو واسه خودش رو هوا نگه داشته و از صبوری شما لذت میبره؟ خب معلومه، معلومه، چون بهش گیر نمیدی، چون عشق و حال خودش رو داره میکنه، هم شما رو داره هم اونو داره. یه مقدار به فکر فرو برید، یه مقدار اندیشیدن رو بیشتر بکنید،
یه مقدار اون احساس مسئولیتتون رو بیشتر بکنین. اگر شما جای اون خانم بودین و دوست پسرتون با فرد دیگه پنهانی رابطه داشت، چه حالی میشدی؟ ایشون حالا که داره خیانت میکنه که هنوز ازدواجم نکرده، پس بدونین که بعد از شما نفر سومی هم هست و شاید شما نفر دوم هم اصلا نباشید، چون انسان خیانتکار معمولا تکرار میکنه خیانتهاشو. بسیار بسیار نادر هستن کسانی که اولین بار خیانت کنن و درس بگیرن از اشتباه و غلط خودشون و تکرار نکنن. باقی اکثرا تکرار مکرر خیانت هاست. پس دست و بالتون هرچه زودتر جمع کنید، تصمیم خودتون رو بگیرید و بدونین که شما به عنوان یک زن خائن در کنار یک مرد خائن قرار گرفتید و این عشق بازی و این بازی ها هم هرچه زودتر از کلتون پرت کنین بیرون، چون عاقبت بسیار ناخوشایندی میتونه داشته باشه. عاقبتش هم آگاه شدن اون زن، شکستن دل اون زن یا اون دختر و بعد نفر بعدی که توی زندگی با شما میاد. پس حواستون رو جمع کنید، هر چه زودتر خودتون رو از این جهنم بیرون کنید. اون وقته که بعد به خودتون ببالید، افتخار کنید و بفهمونید به یک مرد که نامردی میکند و شما با یک نامرد در ارتباط نخواهید بود و هرگزم عاشقش نخواهید شد. Good luck عزیزم. سپاسگزارم بانو. و اما ایمیل بعدی، دوستان زنگ میزنن از تلفن عادی. من درخواست میکنم که عزیزان با ایمو زنگ بزنن که براشون پولی خرج نشه. از تلفن معمولی به دستگاه وصل نیست، به خاطر اینکه فکر میکنیم اگر از ایران یا از هر جای دیگه زنگ بزنید براتون هزینه بر نداره. سلام خانم بابک، من از ایران بهتون ایمیل میدم. 19 سالمه. فکر کنم توی سخت‌ترین مرحله زندگیمم. من هیچ وقت توی خانواده‌ام اجازه حرف زدن نداشتم و ندارم. 8 ماه پیش با پسری آشنا شدم، ولی خانواده‌ام حتی اجازه بیرون رفتن به هم نمیدن. اون دوست داشت منو ببینه، ولی من نمیتونستم. تا 1 ماه بعد از دوستیمون من وارد دانشگاه شدم که برای دانشگاه رفتنم پدر مادرم خودشون منو میبردن، ولی 1 بار تونستم سر کلاس نرم و برم اونو ببینم. دیدمش و اولین پسری بود که دست منو میگرفت و بغلم کرده بود. من کم کم فهمیدم عاشقشم و واقعا نمیتونم ازش جداشم. اما اون مثل من نبود، یه خانواده آزاد داشت. توی این ماها همو می دیدیم و من دانشگاه نمی رفتم، می رفتم اونو می دیدم. توی خانوادم از نظر اونا من نه استعدادی دارم، نه احساسی، نه باید زبونی داشته باشم. حالا هم 19 سالمه. ماه پیش تولدم بود. با دوستای دخترم قرار گذاشتیم بریم کافی شاپ تا تولد بگیرم. ولی حتی روز تولدم پدرم با هم اومد کافه و همه دوستانم مسخرم می کردن. بعضی وقتا حتی اجازه رژ زدن ندارم. حالا همون پسر دیروز گفت خسته شده از این موقعیت من که دروغ میگم میرم دانشگاه. میگفت با عذاب وجدان با منه. گفت 10 روز وقت دارم تا تو روی پدر و مادرت وایسی و بگی که بزرگ شدم. گفت موهامو رنگ کنم یا باهاش تا 8 شب بیرون باشم. حالا که نمیتونم اونو از دست میدم. من هیچ وقت پدرم بغلم نکرد، اما اون میتونست آرامش به من بده. یا مادرم همیشه میگه من خیلی بچم، اصلا اجازه هیچی ندارم، حتی لباسام هم نمیتونم انتخاب کنم. من یه برادر 13 ساله دارم و همه چی با اون فرق داره. اون همه چیزو داره، از سنش استفاده میکنه، ولی من نه. نمیدونم چی بهشون بگم که بگم عوض شدن. واقعا احتیاج دارم با دوستانم، دوستای همسن و سالم باشم، بیام که دلم با اونها باشم، که وقتی هم که دلم گرفت بتونم از خونه برم بیرون قدم بزنم. من همه دوستامو از دست دادم، کسیو ندارم. مادرم نمیخواد حرفامو بشنوه. پدرم هم میگه چرا اینقدر سرت تو گوشیه، مدام تو خودمم و با خودم حرف میزنم.
احتیاج به کمکتون دارم. لطفاً یک راه بگید تا من باهاشون حرف بزنم. من به همه درا زدم، بستن. نمیخوام اونی که اینقدر دوستش دارم به خاطر خانوادم از دست بدم. از دید اونا همه دوستای من بدن. همشون بی خانوادن. دخترایی که بیرونه. بی صاحبن. من اگه زیاد بخندم دلیل میخوان. گریه کنم دلیل میخوان. هیچ وقت نمیتونم باهاشون حرف بزنم به خاطر اینکه اونا اجازه ندادن یک سال برم دانشگاه. مجبور شدم رشته تجربی بخونم که توش رتبه قبولی آوردم، ولی نذاشتن شهر دور برم. تموم شد؟ بله. خب ببین عزیزم، تو همش 19 سالته. متاسفانه کمبود عشق پدر و کمبود توجه پدر تو رو شدیداً گدای عشق و توجه کرده. اون آقا وقتی شما رو برای اولین بار دید نباید شما رو بغل میکرد. زود بود توی رابطه. حتی تو دنیای غرب هم همینطوره. تو دنیای غرب وقتی یه نفر دو نفر با هم آشنا میشن فوراً مرد بغل نمیکنه اون خانمو. اینجا نشون میده که چقدر شما این تشنه عشق و گدای عشق هستی و این خیلی میتونه خطرناک باشه. قابل توجه همه پدر مادرها که دخترها و پسرها مخصوصا دختراشون رو اینجور محدود میکنن. ببینید باز هم تلاش میکنن این بچه ها، منتها مخفی و به صورت پنهان برن یارشون رو ببینن و میتونه اینجور مواقع بسیار موقعیت خطرناکی رو براشون ایجاد بکنه. ای پدر مادرها، قرن 21 دست از این تعصبات خشک مذهبی و سنتیتون بردارید. دختر یا پسر رو تو شیشش هم اگر بکنید باز اگر بخواد کاری بکنه میتونه بکنه و میکنه. پس چه بهتره که با درایت، با فرهیختگی، با آگاهی، با اخلاق و اصول حرکت کنه و کاری رو که میخواد انجام بده در کنار شما و همچنین شما آگاه باشید از مسائل. متاسفانه تو رو مجبور کردن که پنهانی سر کلاسات نری. خب تو از درس و زندگی عقب نمونی. فردای روزگارم که پدر مادر کلی تو سرت میزنن این مسئله رو. به اضافه اینه که این آقا از یه خانواده باز میاد. خب اولا پسره. دوما ایشون باید بدونه که تو ایران زندگی میکنه و بدونه که موقعیت بعضی از دخترها مثل شما یه همچین مشکلاتی رو دارن خانوادگی. پس نباید به شما فشار بیاره. اگر شما رو دوست داره حق نداره به شما فشار بیاره. شما همش 19 سالته و شدیداً هم میترسی. حتی تولدت بابات اومده دم کافی شاپ. حتی برای دانشگاهت هم میبره میرسونتت. بعد این آقا از شما میخواد که بری وایسی به بابات بگی من بزرگ شدم. اولا که باید شما بزرگ بشی، چون رفتارت نشون میده که بزرگ نیستی، فقط تشنه عشق و گدای عشق و توجهی. و دوما یه همچین تصمیمی و یه همچین توقعی که از ایشون داریم میبینیم کار و بار رو برای شما خیلی سنگین کرده به جای اینکه همدلی کنه باش با شما. طبیعتا شما این توانایی رو الان نداری که بری وایسی به بابات بگی من میخوام استقلال داشته باشم. بعد این مسئله آروم آروم حل بشه و این آقا وقتی یه همچین سنگی رو برای شما گذاشته، جلوی شما گذاشته، نشون میده که واقعا از اون تیپ آدمایی که عاشق نیست، فقط دوست داره لذت ببره، شاید نمیگم حتما، و آزادی کافی داشته باشین کیف و حال بکنین و بعدش هم شاید یکی دیگه. انسان وقتی که یکی رو دوست میداره، حتی ما در کشور غرب وقتی ما یه دختر متعصب شرقی با یه پسر غربی آشنا میشه که من بارها کیساشونو داشتم، سکس باهاشون نمیکنه به خاطر اینکه احترام میذاره، برای اینکه دختر میگه من نمیخوام چون مذهبی ام یا حالا به دلیل خانوادگی هر چی، و اونا تلاش میکنن احترام بذارن به این مسئله. پس بیدار شو، حواستو جمع کن، بی خودی عاشق نشو. این یه تجربه خیلی خوبی بود. این تجربه رو حتما برای خودت حفظ کن. این تجربه خیلی مهم بود که داشته باشی. ولی عشق و عاشقی تند و تیز رو از سر دور کن هرچه زودتر، چون این آقا میتونه مشکل ساز بشه برای شما. تا
اینکه شما آروم آروم متوجه بشی که چجوری میتونی پدر مادر رو قانع کنی، چون اگه پدرت بفهمه که تو یواشکی میری خیلی محدودترت میکنه و مصیبت چند دست بوش خدمتون و مصیبت تو خیلی بیشتر میشه وقتی محدودیت تو بیشتر بشه. پس آروم آروم بزرگ شو، استقلالت رو و همچنین امنیتت رو و همچنین احترام به نفس خودت رو به پدر و مادر بیشتر ثابت کن تا بتونی آزادی نسبی از پدر و مادرت بگیری در آینده. و گود لاک عزیزم. سپاسگزارم بانو، خسته نباشین. الو 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 الو، بله بفرمایید، صدای شما رو بانو دکتر میترا بابک میشنوم، بفرمایید. من یه پسری 23 ساله هستم و یعنی مدرسه من ضربه دیدم، یعنی توسط معاون و اینا کادر مدرسه من ضربه میکردم و درسم هم افت تحصیلی پیدا کرد. خب الانم خودم دارم عذاب میدم، یه راه کاری در پیش من بذار. شما به من بگین که ناظم و مدیر چیکار کرد؟ یعنی منو تنبیه میکردن، یعنی من بدرفتاری میکردن. بعد دیپلمتو گرفتی عزیزم؟ بله دیپلمو گرفتم. ولی کار یا دانشگاه میری چیکار میکنی الان؟ الان دانشگاه نمیرم، الان کلا خونه نشینم. خب چرا کار پیدا نکردی عزیزم؟ کارم الان دنبالش هستم، میخوام برم کار، حالا کار دستی دیگه. هم چه مثلا چه نوع کاری رو خودت میتونی انجام بدی؟ من مثلا نقاشی اینا، کارهای دستی. آها اوکی. خب توی کارهای دستی خوب هستی، آیا میتونی یه کاری پیدا کنی تو کارهای دستی؟ چون نباید الان بیکار بشینی. خب کار الان میرم، کارگری هم میرم. آفرین. حالا مشکل چی عزیزم؟ الان یعنی خودم دارم یه جوری احساس گناه میکنم که مثل مدرسه برم چرا باید مدرسه بد رفتاری بشه؟ چرا باید؟ وایسا عزیزم الان میگم چرا، به من بگو چرا احساس گناه میکنی؟ یعنی خودم یه شیطنتایی کردم تو دوران زنین مدرسه. یکی از اون کارهایی مثلا شیطنت تو میتونی دوست داری به ما بگی؟ مثلا خنده اینا. خب ببین عزیزم، کودک، دبستانی، راهنمایی، دبیرستانی فرق نمیکنه، انسان شوخ طبیعی خودشو داره، شیطنت های خودشو داره. هیچ معلمی تو این کره زمین، هیچ ناظم و هیچ مدیری تو این کره زمین و هیچ پدر مادری حتی تو این کره زمین حق نداره بچه‌شو به خاطر شیطنتش بزنه، کتک بزنه و یا کلامی تحقیر کنه. متاسفانه نظام آموزش پرورش ایران هنوز در قهقرا زندگی میکنه و افرادی مثل شما رو آسیب میزنه. هیچ احساس گناه نکن. شیطنت کودکی، شیطنت کودک دبستانی، دبیرستانی، اینا شیطنت هاییه که اکثر بچه ها میکنن. یه بچه سالم اتفاقا شیطونی میکنه، یعنی شاده، میخواد بخندونه، میخواد یه حرکت هایی انجام بده، ولی متاسفانه بد برخورد میشه چه در خانه و چه در مدرسه. معلومه که باید یه اصولی خوب تربیت شدم. خب معلومه که باید یه اصولی رعایت بشه توی مدرسه. میفهمم اینو سر کلاس نباید شلوغ کرد یا مسخره بازی در آورد، ولی باز هنوزم معلم حق نداره بزنه، ناظم حق نداره کودک رو بزنه. باید با کودک صحبت کنه. پس تو در مورد اینکه تو تقصیر داشتی و شیطنت کردی، احساس گناهتو از همین امروز پرت کن بیرون از سرت. اونا باید احساس گناه بکنن. جان
پرچه یعنی مریرم گور دیگه. آفرین، بگو. آه دقیقا قشنگ صرف وایسا جلو آینه بگو من برای چی احساس گناه کردم تمام این سالا. اونا باید احساس گناه بکنن و میکردن که بچه های مردم رو اینجور به ناحق میزنن. به چه حقی دستشون رو بچه های مردم بلند میشه که بچه های مردم رو بیمار رو افسرده بکنن؟ اونا باید احساس گناه بکنن عزیزم، نه تو. اگر... من با آدم رعیفی هستم، زور رنجم. آره حساسی، خیلی حساسی. من زور رنجم. آره میدونم، ولی سعی کن حساسیتت هم کمتر بکنی، زود رنجیت هم، چون اینا این حساسیت ها زود رنج. دارو هم میخورم، داروی اعصاب هم میخورم. آره معلومه، متوجه شدم، ولی اعصاب خودتو خورد نکن. حالا که نقاشی بلدی، سرتو با نقاشی گرم کن، حالا چه نقاشی ساختمونیه چه نقاشی دستی. جان دیپلم گرافیکم من. او واو امیزینگ، عالیه. پس با کامپیوتر میتونی کار کنی؟ بله. آره آفرین عزیزم، شروع کن کم کم برای خودت وبسایت درست بکن، کم کم کار گرافیتتو معرفی کن به دیگران، بذار از این طریق تو میتونی کلی کار کنی. بی خودی من بی استعداد میدونم، ولی در نهایت دلیل دارم. چی داری؟ خودم هم استعداد دارم، ولی خودم رو بی استعداد جلوه میدم. جلوه نده، با خودت این چنین نکن. ببین با تو چه کردند، حالا خودت شدی دشمن خودت. پسری که دیپلمش رو گرفته واسه خودش الان گرافیک کار میکنه، کار گرافیکش خوبه، انقدر استعداد داره، حالا خودش تو سر خودش بزنه؟ آخه این عادلانه نیست که. حالا خودتو کوچیک نگاه کنی، به خودت افتخار کن عزیزم، احساس گناه هم دیگه نکن. هر دفعه احساس گناه میاد سراغت به خودت بگو اونان که باید احساس گناه بکنن. جانه خیلی هم ناراحت میدم من این ساعتا. آره میدونم، ولی این احساس گناهت بی خودی آخه دیگه. به همین دلیل شما نباید بی خودی احساس گناه بکنی. حتی انسان اگر خطا هم کرده باید از خطاش یاد بگیره تا اینکه هی بشینه احساس گناه بکنه، خودشو افسرده و بیمار بکنه. هممون اشتباه میکنیم، اصلا انسان باید اشتباه بکنه تا یاد بگیره. از امروز، از همین الان، از همین امشب خودتو تغییر بده، به خودت افتخار کن، خودتو معرفی کن به همه، گرافیکاتو نشون بده به دیگران، به خودت افتخار کن، ببین چقدر خودت میتونی کار بکنی و تاثیر بذاری رو خودت. جالبیه، یعنی عالیه، عالیه. گرافیک خیلی تو میتونی کار پیدا کنی باهاش. تلویزیون ها، وبسایت ها، خیلی جاها به شما احتیاج دارن. حیف نیست عزیزم خودت داری خودت رو تو مرداب خودت غرق میکنی. شما الان خودت دشمن خودت شدی. یا بله، یا بیرون از مردابت از همین حالا قشنگ سفت و محکم سینهات رو سپر کن، فریاد بزن به خودت، بگو من به خودم افتخار میکنم، و به خودت اعتماد به نفس بده و گود لک عزیزم. من کانال های شما رو میبینم، فیلم های شما اینستاگرام. آخه خوب عزیزم، کامنت بذار هر وقت هر چیز رو که دوست داری دلت میخواد کامنت هم بذار. یا همونجا اگه دوست داری. نه اگر منم همینطور عزیزم، اگه دوست داری تو همون کامنت ها تبلیغ خودتو بکن عزیزم، از در مورد گرافیک بذار دیگران ببینن. باشه عزیزم. بله منم خوشحال شدم. گود لک عزیزم، سپاسگزارم. خدا نگهدار. خب اگر که اجازه بدید من به عزیز دیگری گفتم حقیقت زنگ زدن میتونم، شما صبر کنید من شما رو میارم روی خط، امیدوارم که جواب بدن. الو. الو درود بر شما، روی خط هستین بانو میترا بابک عزیز، صدا شما رو میشنوم، بفرمایید. سلام خانم بابک. سلام عزیزم. جونم عزیزم بگم خانم دکتر، من یه سری مشکلات دارم که نیازه روانشناس دارم که بتونم پیشش برم و کمکم بکنم.
نمیدونم باید چی کار بکنم، توی ایران هستن کسی اینجا باید اینجا باید توی روانشناس برای شما میتونید کمکم کنید؟ نمیدونم. به من بگو عزیزم، دوست داری برای من بگی الان که مشکلت چیه؟ خیلی چیز هستم داشتون، خیلی زیاده. آخه عزیزم بدترینشو بگو. نمیدونم باید کجا شروع بکنم. آه عزیزم چند سالت عزیزم؟ من 29 سالمه. خب فکر کنی که از این قضیه که خیلی داره الان اذیتم میکنه اینه که من یه دوره 7 سال پیش نامزد کردم، اونم به اجبار بود، یعنی یکی از اقوام بود، من میشناختمش، ما یه دوره 1 ماه با هم دوست بودیم. پدر من موقع خیلی سنتی و سختگیر بود، به ما اعلام کرد که اگر میخوانی رابطه ادامه داشته باشه باید حتما یا نامزد کنید یا عقد کنید. ما مجبور شدیم نامزد کنیم، پدر من ورشکسته شد و اون آقا خیلی راحت منو ول کرد رفت. یکی از دلایلش این بود که من موقع چون خانواده خیلی سنتی داشتم فکر میکردم که رابطه جنسی قبل از ازدواج فاجعه است و اون آقایی از من میخواست. به من گفت دلیلی که دارم ولت میکنم اینه، این قضیه خیلی منو اذیت کردم ولی که دارم خواست این تابوها رو بشکنم برای خودم. یه کار احمقانه کردم، به یه نفر، به یه آقای پول دادم که فقط یه رابطه با من داشته باشه که من به کارت نداشته باشم دیگه. شرایط مالی خیلی سختی گرفتار شدم، پول دانشگاه نمیتونستم بدم، بسوشم درس خواهی چایی نمیتونستم کردم. خانده شد من سر کار میرفتم، کارم باریستا تو کافه بود، من سر کار میرفتم دانشگاه میرفتم ولی تایما همه هایی نبود، دانشگاه استادا کمکی نمیکردن، حتما باید سر تمام کلاساشو میشستم، چه جایی که کار میکردم قبول نمیکردن تایمم و خیلی به مشکل خوردم. آخر مجبور شدم از دانشگاه انصراف بدم. مشکل مالی هی زیادتر شد، هیچ کاری نمیتونستم بکنم. تو خونم خیلی شرایط بحرانی داشتیم. یه آدم سر راه من قرار گرفت که من پیشنهاد سکس ورکر بشم. من یه دوره 1 هفته این کار رو انجام دادم، نتونستم، احساس کردم نمیتونم ادامه بدم. ببخشین گفتی چی کار کنی؟ متوجه نشدم. سکس ورکر شدم. سکس ورکر. بله. آها اوکی. خب یه دوره 1 هفته‌ای بود ولی همون دوره 1 هفته‌ای، این قضیه مال 7 سال پیشه ولی هنوز من یادش میافتم، من آزار میده که چرا اون کارو کردم، احساس خیلی بد نسبت بهش دارم. تو این مدت آدم های زیادی اومدن تو زندگی من رفتن، تا اینکه 8 ماه پیش با یه آقای آشنا شدم، با یه پسری آشنا شدم که از من 5 سال کوچیک‌تر بود ولی کنارش خیلی حالم خوب بود، من میفهمید، با هم حالمون خوب بود، واقعا دوستش داشتم. احساسی که داشتم این بود که هیچ کس تو زندگی انقدر منو دوست نداشته که این آقا منو دوست داره. وقتی رابطه‌مون صمیمی‌تر شد و با هم هیچ رابطه‌ای نداشتیم از لحاظ فیزیکی جنسی، هیچ رابطه‌ای نداشتیم، بعد از 1 ماه ما یه سفر رفتیم، این رابطه ایجاد شد بینمون، احساس می‌کنم که واقعا خیلی خوشبختیم با هم در کنار هم. من دومین اشتباه بزرگم رو اونجا انجام دادم که این راز رو بهش گفتم. همه چی خراب شد. اون آقا هنوز هست پیش من، من رو دوست دارم، من بگم من تو رو خیلی دوست دارم. قبل از اینکه اینو بهش بگم اصرارش بگم که زودتر خانواده هم با هم آشنا بشن، حتی از ازدواج میزد، من گفتم نه و اینا. بعد از این قضیه من برگشت گفت من نمیتونم با این جریان کنار بیام، باید کمکم کنی بسونم اینو حلش کنم. پیش چند تا روانشناس رفتم، همه شما من گفتم که هیچ فایده ای نداره، باید رابطه رو تموم کنی. ولی تو کل زندگیم تنها آدمی که احساس میکنم حالم کنارش خوبه، دوستش دارم، به من علاقه داره این آدمه. نمیدونم باید چی کار کنم، واقعا باید تمومش کنم، واقعا هیچ کاریش نمیشه کرد. الان چند وقته با هم دوستین؟ 8 ماه. صبر کن، زمان بیشتری بهش بده، نتونسته هضم کنه این مسئله رو. آیا هنوز همینم دیگه میگم، میگم نمیشم اینو هضم کنم، میترسم
با هم ازدواج کنیم، بعد 2 سال سر این قضیه با مشکل با هم بخوریم. ببین، اولا من تبریک میگم به شهامتت، به خاطر به صداقتت. و این آقا چند سالش اشتباه کردم، همه قواشان رو اینجور، من گفتم کار خیلی اشتباهی کردم، نباید میگفتم. نه سب کن عزیزم، من نمیدونم روانشناسای دیگه چی میگن، ولی پنهان کردن یه همچین مسئله، اگر احیانا فردی یه وقت اتفاقی از دوست ایشون در میومد و یا از اقوام ایشون در میومد در آینده که شما ازدواج کردین و از فرد دیگری میشنید، که خیلی بدتر میشد. درسته؟ من به همین متوجه شده. یعنی شما با هم ازدواج میکردین، یکی از دوستاش یا اقوامش فردی بود که در گذشته تو با تو در ارتباط بوده به خاطر اون یه هفته. خب اون وقت یه وقت این مسئله باز میشد خیانت از طرف شما، که پنهان کردی، دروغ گفتی، به من حقیقت رو نگفتی. نه، من میگم آفرین به شهامتت، آفرین به صداقتت، ولی تأسف میخورم از دوست پسرت که صداقت و شهامت تو رو در نیافت. اینجاست که حالا ایشون باید دریابه که با چه دختر گلی مثل تو که انقدر صداقت داره، که بسیار دخترای این دوره زمونه در ایران بسیار کمن، دختر صادق بسیار کم شده متاسفانه به خاطر موقعیت‌های اجتماعی سیاسی کشورمون و مذهبی و سنتیمون. اما تو با تمام این مشکلاتی که داشتی یه همچین شهامتی رو از خودت نشون دادی و این مسئله تو باز کردی. عزیزم 20 سالت بود همش، تو 18 19 20 ساله بودی که وارد اون رابطه، وارد اون موقعی که نامزد شدی چند سالت بود؟ 19. چند؟ 19 دقیقاً. و پدر نادان شما رو مجبور کرد که شما نامزد شی. و بعد اون آقا دقت کن ببین، اون آقا به شما گفت من اگر با من رابطه جنسی نداشته باشی من به این خاطر از رابطه میرم بیرون. نگاه کن چقدر بی‌لیاقت و چقدر بی‌انصاف بود. یعنی فقط ما باید زن رو برای رابطه جنسی فقط بخوایم؟ پس خوشبختانه اون رفت و خوشحال باشیم که اون رفت. و بعد با اشتباه دوم و سومت برخوردی، تمامش هم به خاطر تربیت غلطمون، جامعه فاسدمون، جامعه غلط و تضادی که بین سنت و مذهب و جامعه زیرزمینی ایران قرار گرفته. جامعه زیرزمینی ایران شده یک جامعه بسیار بیش از حد باز، بیمارگونه باز، و جامعه بیرون یک جامعه بسته در تظاهر بسته است. اینجاست که تو تقصیر نداری، تو فقط و فقط قربانی یک جامعه و یک سیاست فاسد هستی. پس انقدر خودآزاری نکن، انقدر آزار نده این دختر گل ما رو که خودت هستی به خاطر گذشته و اشتباه گذشتش. باز تکرار میکنم، خیلی به خودت افتخار کن، خوش به حال اون پسری که تو زندگی تو الان هست، ولی نمیدونه که تو چه گوهری هستی که این همه صداقت داری. کدوم دختر تو ایران پیدا میکنیم؟ تو خودت میدونی که چقدر دخترها با ده ها و شاید بعضی وقتا بیشتر از ده ها به صد ها هم برسه طول زندگیشون با پسرای مختلف رابطه دارن و بعد میرن خودشونو میدوزن. میدونی خودت اینو. اما تو با شهامت کامل و صداقتت باز کردی خودت رو، واقعیت خودت رو گفتی. لطفا صدای منو برای بویفرندت بذار. حالا روی سخنم به بویفرندته. ای مهربان، خوش به سعادت. جانم؟ ما این برنامه رو همه رو من رو پیجام میذارم. میتونی الانم ضبط کنی. بذار روی سخنم باشه برای بویفرندت. الان ضبط داری میکنی؟ اصلا گوشیم نه، کار نمی کنه. من پیج پیدا کن عزیزم. خوش به سعادت ده ای مهربان که همچین دوست دختر گلش با شهامت و صادقی داری که اینجور صادقانه اومد کف دستشو باز کرد گفت من اینم. باید به این دختر ببالی، نه اینکه بگی نمیتونم کنار بیام. آف کورس میفهمم یه مقدار درکش سخته، فهمش سخته برای شما،
ولی بذار به حساب شهامت، بذار به حساب صداقتش، تا اینکه بگی من نمیتونم با تو ازدواج بکنم. دختر صادق بسیار کمیابه و شما باید افتخار کنی به داشتن یه همچین دوست دختری که کسی نیومد به شما خبر بده. ایشون خودش داره میگه اشتباه من در گذشته چی بود، مخصوصا که داره میگه اشتباه من در گذشته چی بود. پس باید به یه همچین مهر دخت و مهربانوی واقعا افتخار کرد، نه اینکه پسش زد. من فکر میکنم 8 ماه کمه، یه مقدار بیشتر طولانی تر کنی، همش 27 سالت عزیزم، طولانی تر کنی زمان رابطتون و آشناییتون و دوستیتون رو، تا ببینیم احساس هر دوی شما به کجا میرسه و این موضوع تا کجا میتونه حل بشه قبل از اینکه ازدواج کنیم. ولی موضوع باید حتما از ته دلش حل بشه، همینطوری نگه ایشالله ماشالله و بعد به ازدواج برسه. یه جریانی هم پیش اومده که ما احتمال خیلی زیاد، یعنی 100% به نظر من و چی فکر داره پیش میاد که ما مهاجرت کنیم به ترکیه. فکر میکنید فرهنگ و آداب و رسوم کشور اون شکلی بتونه روش تاثیر بذاره؟ البته ترکیه خیلی روش حساب نکنید، ترکیه یعنی فیکه، کاذبه، بیرونش کاذبه، از درونش اکثرا خیلی متعصبه. ولی خب بخوایم مقایسه بکنیم، طبیعتا آزادی های خیلی بیشتری تا ایران داره، طبیعتا تاثیر داره، محیط خیلی تاثیر میذاره، خیلی. ولی صدای منو بارها بارها بهش بگو بذار گوش کنه و طولانی ترش هم بکنین و مهاجرت هم. خب اگر احساس میکنین که تو ترکیه راحت تر میتونین زندگی بکنین، چرا نه عزیزم، اگر امکانشو دارین چرا نه. تاثیرم محیط بیشک تاثیر داره. بعد من باز هم میتونم با شما تماس بگیرم؟ به روی چشمم عزیزم، هر دفعه که خواستی من هر پنجشنبه روی رادیوی برنامه این مهربانوی گلمون خانم ارشادی هستم. بیا روی خط با من صحبت کن، خودشم بیا روی خط بذار با من صحبت کنه. واقعا عالی. من یه چیزی رو میخواستم از ته دل بهتون بگم. من برنامه شما توی منوتو دیدم اکثرم. یه چیزی که خیلی وقت بهش فکر میکنم اینه که واقعا خوشحال بچه ها کاش همه ما مادرهای این شکل داشتیم. من مامان همه تونم هستم عزیز دلم. خیلی ممنونم، خیلی کمک بود جون دلم. اصلا احساس گناه نکن، سفت محکم سینه ها تو سفر و شونه ها تو سفر کنه، بگو افتخار میکنم به خودم، اشتباه کردم و از اشتباه هم درس گرفتم. ممنونم، یک دانه ازتون بچکرم. زنده باشین، ما به شما افتخار میکنیم گل بانو. خدا نگهدار تا برنامه بعدی که زنگ بزنید. خدا نگهدار عزیزم. و ما بریم سراغ ایمیل بعد. با سلام خدمت خانم بابک عزیز، من جوانی 19 ساله هستم. بابت مشکلی که چند وقت منو درگیر خودش کرده و داره به شدت منو آزار میده مزاحمتون شدم. راستش من وقتی 4-5 سالم بود درست مطمئن نیستم سالشو، جلوی دختر داییم شلوارمو کشیدم پایین و جلوی اون دولا شدم و شروع کردم به دست مالیدن به پشتم و چیزای شبیه به این، دقیقا جلوی صورتش. و اون هم اون موقع یادم تازه روی روروک نشسته بود. الان که یادم اومده خیلی عذاب وجدان دارم، شب و روز فکر میکنم بهش، همش با خودم میگم تو خجالت نمیکشی با یک بچه‌ای به اون کوچیکی اون کارو کردی؟ و یه جورایی از خودم بدم میاد. میشه خواهش کنم کمکم کنید؟ من مشکلی دارم که نیاز به درمان داشته باشه. آخه عزیزم، خودت داری میگی 4-5 سالت بیشتر نبود. نه، همینی که یه همچین وجدانی داری و آگاه هستی به این قضیه، خودش خیلی خیلی پوینت مهمی از نظر روانشناسی. اما نه بعد اینقدر خودآزاری بکنی. شما تو اون سن 4-5 سالگی شاهد رابطه جنسی بودی، حالا شاید الان یادت نمیاد، یا رابطه جنسی بابا و مامانت یا کسی، به هر حال یه صحنه ای رو شما دیدی و با همون کنجکاوی کودکی یه همچین حرکتی رو انجام دادی. اصلا نگرانش الان نباش،
چون زمانی که این اتفاق افتاد تو همش یک کودک 4-5 ساله بودی. معمولا کودک از 3 سالگی مخصوصا بعضی وقتا از بچه ها با هم فرق دارن. تا 6 سالگی به مسائل جنسی خیلی بیشتر فکر میکنه، بالای تناسلیش دست میزنه، یه حسایی به خود، یا اگر مخصوصا اگر صحنه هایی رو دیده باشه کنجکاوتر میشه. و شما بیشتر، من فکر میکنم یه صحنه هایی رو دیده بودی که فقط یه تقلید خواستی بکنی. و اصلا خودتو نگران نکن، اون کودکم اصلا یادش نمیاد که چی دیده. انقدر خجالت زده نباش، فقط حواست به این قضیه باشه که من و ما، همه ما باید تلاش بکنیم متجاوزین واقعی آسیب‌های جنسی رو بگیریم. شما متجاوز جنسی نیستی عزیزم، اینقدر خودتو عذاب نده. یه اتفاقی بود، یه کنجکاوی بود، یه حرکتی در کودکی بود و اینقدر نباید شرمندش باشی. ولی باید حواسمون باشه، بچه ها رو، دوستامون رو، همه رو آگاه بکنیم از اینی که بتونن نبگن و اجازه ندن به متجاوزین جنسی و آسیب‌های جنسی. گود لاک، اینقدر خودتو اذیت نکن. خسته نباشید بانو. و اما ایمیل بعد. سلام خانم دکتر، تو فیسبوک دیدم که خیلی ها از شما راهنمایی میگیرن و شما کمک میکنی. من هم خواستم از این طریق مشکل خودم را کوتاه بگم. 13 ساله ازدواج کردم، مقیم خارج کشور هستم. از روز اول که وارد کشور خارج شدم با برخورد بد و زشت خواهر شوهرم مواجه شدم. از همون روز اول برخورد تنفر آمیزی با من داشت، چرا که من برادرش رو ازش گرفته بودم. البته طبق اعترافات خودش بعد از کشمکش های بسیار تصمیم گرفتم رابطه خودم با ایشون رو کاهش بدم. الان شوهرم افتاده بین ما، نه حاضر با خواهری صحبت کنه، نه دوست داره ما با هم دعوا کنیم و به جون هم بیافتیم و نه دوست داره رابطه قطع بشه. طبق گفته همسرم حرف زدن با ایشون بیفایده است و ایشون کلن چیزی رو گردن نمیگیره و بلافاصله گریه میکنه. الان من به جایی رسیدم که همش دلم خواد جدا بشم و قید همه چیز رو بزنم. از طرفی دخترم به عمه خودش خیلی علاقه داره و اونم افتاده این وسط. منم دوست ندارم بین اونها بیفتم و تفرق اندازی کنم و دخترم رو قربانی اختلافات مسخره آدم بزرگا کنم. واقعا بد جور گیر کردم. ممنون از شما و برنامه های خوبتون. عزیزم، متاسفانه همسرتون قبل از اینکه طلاق سالم عاطفی رو بده و ازدواج کنه این کار رو نکرده. رابطه این خواهر برادر نمیدونم به چه صورت بوده و یا هست، ولی رابطه نزدیکی بوده. طبق گفته شما ایشون شاید احساس کرده که شما اومدی و برادرش ازش گرفتی. حالا که دخترتون رابطهش با عمش خوبه، ولی متاسفانه رابطه شما با هم خیلی خیلی بده. همسر شما نمیخوادش دخالتی بکنه به خاطر اینکه شدیداً بین شما و خواهرش گیر کرده. مردای ایرانی واقعاً کم میارن، چون بین خواهر مادر و همسرشون باید یکی رو انتخاب کنن. متاسفانه اینجاست که گیر میکنن و زندگی زناشویی خودشون رو خراب میکنن. ما نباید به این مرحله‌ای برسیم که بگیم یا من یا او، یعنی همچین انتخابی رو بذاریم برای یارمون. طبیعتاً برای مرد شرقی مخصوصا این چنین بسیار مشکلی که طرد خانوادش رو بکنه، چون بدونین اگه طرد خانوادش رو بکنه بعد فردا نوبت شماست، یا افسردگی شدید میگیره یا اینکه خشونتهاش رو بیشتر میکنه و یا بهانه بیشتری میده برای آن کار آنچنین. پس باید راه بهتری رو انتخاب کرد. شما احتیاج نیست که قطع رابطه بکنی و احتیاج نیستش که لابلی بابلی به قول انگلیسی ها باشی و خیلی خودتو به ایشون نزدیک کنی. سعی کن مثل یک مهربانوی با درایت و فرهیخته مسئله فرهنگ رو هم دریابی، چون از کشور خارج شدی. من نمیدونم آیا این عمه در ایران زندگی میکنه یا در خارج از کشور زندگی میکنه. حتی اگر در کشوری هم که شما دارین زندگی میکنین ایشون زندگی میکنه، سعی کنین هر دو مهربانوان
به یک مرحله بلوغ برسیم. این جنگ و دعوای 13 ساله شما رو به هیچ جا به ناکجا آباد کشوند که حالا شما به خاطر این مسئله تصمیم به طلاق گرفتی. این ایشون نباید مشکل طلاق شما باشه. من متاسفم که برای همسرتون نمیتونه، ولی درکشم میکنم که چرا نمیتونه. برای اینکه بین دوتا زن، دوتا مهربانویی که هر دو میگن مرغ یه پا داره گیر کرده و اینجاست که گرفتار شده. اما شما مهم نیستش که این عمه، این خواهر شوهر میخواد تغییر کنه و یا نمیخواد تغییر کنه. شما تغییر کنی ایشون تغییر میکنه. شما با درایت بشی ایشون با درایت میشه، مجبور میشه با درایت بشه. شما دست از جنگ بردار. جنگیدن به هیچ جایی نمیرسونه. نه خیلی خودتو نزدیک کن و نه خیلی خودتو دور کن و ترک کن و یا اینکه قهر کنی و یا اینکه رفت و آمد رو قطع کنی. یه رفت و آمد چندین بار در سال رو نگه دار. محترمانه باهاش صحبت کن. نترس، برد شوهر شما رو نمیبره بخوره. اگه میخواست ببره تا حالا برده بود. اون یه حس ناامنی داره. من نمیدونم ایشون ازدواج کرده یا نکرده. آیا تو اگر ازدواج کرده رو رابطه خودش به چه صورته؟ به هر حال از ایشون من نشنیدم. ولی مهم اینه که شما درایت تو به خود، به همسرت، به دخترت و بعد به اون خواهر شوهر نشون بدی که شما چقدر متفاوتی، شما چقدر باشعوری. شما دیگه نمیخوای بجنگی، خاله زنک بازی ها رو میخوای بذاری کنار، پرونده ها رو میخوای بذاری کنار. این پرونده ها فقط سوختنه، سوزاندن خود و خانواده است. اینجاست که ایشون هم یاد میگیره گریه زاری رو میذاره کنار و یه دوستی خیلی خیلی صادقانه آروم با هم دوست داشته باشین. دوستانه، من نمیگم دوست چین، بلکه دوستانه باش برخورد کن. ببین چقدر تغییر میکنه عزیزم. هوویی، از هوویی خودتو بیار بیرون. هرچی شما بیشتر بجنگی اون بیشتر احساس هوویی میکنه با شما. ولی وقتی ببینه شما امنیت داری، شما درایت داری، طبیعتا امنیتش بیشتر میشه و شما رو دیگه به عنوان هوو نگاه نمیکنه. اینجاست که زندگی شما، زندگی ایشون خیلی بهتر میشه و شما هم الگوی خیلی بهتری برای دختر گلتون هستین و گود لاک عزیزم. ممنونم بانو. سلام خانم دکتر بابک. پسرم 7 ساله هست. حدوداً 2.5 سال پیش شروع به لکنت زبان کرد و تا کنون هم ادامه داره. در آلمان تقریباً حدود 1 سال تحت نظر روان پزشک بود، اما هیچ فایده ای نداشت. لطفاً کمک کنید نظرتون رو با ما در میون بذارید. با سپاس فراوان. عزیزم نمیشه که بچه 7 ساله یک دفعه لکنت زبان بگیره. اگر تا قبل از 7 سالگی راحت صحبت میکرد و تو 7 سالگی یک دفعه لکنت زبان گرفت، این مسئله جدیه، مشکل استرابه، اتفاقی واسه این بچه افتاده. هرچه زودتر روانشناس کودک براش بگیری ببینین مشکل این بچه چیه، چه اتفاقی واسه این بچه افتاده که اینقدر بچه ترسیده، مضطرب شده و لکنت زبان گرفته. بعضی مواقع اتفاق بده، بعضی مواقع جلب توجه کودکه. یعنی اگر بچه دیگه بیاد، کودک احساس میکنه که دیگه دیده نمیشه، شروع میکنه از این طرقهای مختلف با این گیم ها بازی کنه که پدر مادر بهش بیشتر توجه کنن. من نمیدونم آیا شما بچه دیگه دارین یا ندارین و رابطتون با بچه دیگه اگه دارین به چه صورته، اما هر چه که هست، هر چه زودتر بچه‌تون رو پیش روانشناس کودک در آلمان ببرید تا این کودک رو دریابه و بعد کلاس‌های متخصصینی که برای اسپیچ تراپی هستن، تکلم هستن، و حتما روانشناس معرفی میکنه یا خودش با بچه کار میکنه اگر تخصصش داشته باشه، و این بچه هرچه زودتر اعتماد به نفسش رو برگردونین بهش تا بتونه مثل گذشته راحت و سلیس صحبت بکنه. و گود لک. درود بر شما بانو. سلام خانم دکتر بابک عزیز، ممنون از زحماتی که برای آگاهی انسانها میکشید. من یک مشکلی دارم که روح و روان و زندگیمو درگیر کرده. من خانم 34 ساله هستم و با همسرم همسنی.
یک پسر 20 ماهه دارم و 5 ساله که ازدواج کردیم. همسر من در روابط زناشوییمون مشکلات زیادی داره. اول اینکه برای ارضا شدن باید منو با دیگران تصور کنه و این حرفا رو تو سکس میزنه و تو سکس میگه من دلم نمیخواد شوهر تو باشم، میخوام که دوست پسر تو باشم و شوهرت فرد دیگه ای باشه. حتما باید منو توی رابطه با دیگران تصور کنه تا ارضا بشه و این باعث میشه من نه تنها از سکس لذت نبرم بلکه ازش بدم بیاد، چون هر بار میاد تو اون لحظه ها حرفشو بزنه من عصبانی میشم و دعواش میکنم و وقتی هم که بعد از سکس یا فردای اون روز بهش میگم چرا این حرفا رو میزنی، قول میده آخرین بارش باشه، ولی انگار دست خودش نیست و هر بار تکرار میکنه. من دیگه از خودش و رابطه باهاش بدم میاد. نمیدونم واقعا این مشکل درمانی داره؟ من باید چی کار کنم و ترسم اینه این موضوع به واقعیت تبدیل بشه، چون خیلی راجع به این موضوع تو اینترنت مطلب خونده و واقعا میترسم. ازتون خواهش میکنم کمکم کنید، باید چی کار کنم؟ متاسفانه همسر شما به نوعی از انحراف جنسی، تو تخیلات خودش دائما با دیگرانه و توی رابطه جنسی با شما این مسئله رو دائما اجحاف میکنه به شما. ما همه فانتزی و یا خیال پردازی داریم، همه انسان ها بدون استثنا، اما فانتزی برای خود میمونه. در دنیای غرب، من یکی از تخصصم سایکوسکشوال تراپی، در دنیای غرب معمولا بعضی مواقع در رابطه زن و شوهر یا دو نفری که در رابطه هستن با هم دیگه میرن لباس مثلا پلیسی میخرن، لباس پرستاری میخرن، برای اینکه یه تغییراتی بدن به این رابطهشون که رابطهشون کسل‌آور و تکراری نباشه، یا از تویز ها استفاده میکنن و یا لباس میبوشن ادای مثلا شخصیت های مختلف رو که بتونن یه تغییر و تحولی به این سکسشون بدن که هیچ اشکالی نداره، بسیار هم مفیده، چون وقتی یه چیزی تکرار مکرر باشه خسته کننده میشه. و بعد در دنیای غرب در مورد فانتزیشون صحبت میکنن، ولی نه این فانتزی که به فرض در مورد افراد دیگه به این صورتی که شما گفتید، و یا در ایمیل یادم چند هفته پیش در ایمیلی که آقا در مورد خواهر زن خانم میگفت که با خواهر زن خانم دوست داره رابطه برقرار کنه، تو سکسشون میگفت. اینا نمیشه بگیم انسان ساله، یه به نوعی انحرافات جنسی که تو مغزشونه. به همین خاطر شوهر شما حتما به یک روانشناس احتیاج داره که تخصص روابط جنسی هم باشه. هر چه زودتر همسرتون رو تا قبل از اینکه انزجار شما بیشتر از این نشه و احساس جنسی شما هر روز به روز خاموشتر نشه، هر چه زودتر همسرتون رو ببرین پیش یه روانشناس خوب تا بتونه کمکش بکنه تا از این معضل بیاد بیرون، برای اینکه این معضل رو شدیداً رو زندگی زناشویش تاثیر منفی گذاشته و میتونه شما رو از دست بده. و گود لاک عزیزم. ممنونم بانو. با سلام خدمت شما خانم دکتر بابک عزیز. من دختری 19 ساله و مشغول به تحصیل در دانشگاه هستم، اما مشکلی وجود داره که ذهن من رو بسیار به خودش مشغول کرده. من ترم پیش برای اولین بار سمینار داشتم و به نظر خودم هم با اینکه اولین باری بود که در این موقعیت قرار می گرفتم، در انجامش موفق بودم و فقط کمی دچار لرزش صدا شده بودم. اما این ترم وقتی قرار شد دوباره ارائه داشته باشم، از چندین روز قبلش بسیار استرس داشتم و ذهنم آشفته بود و این موضوع من رو به شدت اذیت میکرد. اون روز من هر طوری که شده بود ارائه دادم، اما بسیار محسوس دچار لرزش صدا شده بودم و این موضوع من رو به شدت ناراحت کرد. در حال حاضر هم با اینکه از اهمیت یک سمینار خوب برای موفقیت به خوبی آگاه هستم،
اما با فکر کردن به اینکه باز هم قراره که من ارائه‌ای داشته باشم به شدت آشفته هستم و همش ذهنم درگیره و نمیدونم راه حل این موضوع چیه. بسیار ممنون میشم اگر من رو راهنمایی کنید. من میخوام نگاه کنی ببینی که اون روزی که شما سمینار اولتو داشتی گفتی بهتر بود، سمینار بعد صدای شما لرزید. آیا پریود بودین تو اون دوره؟ حال روز دوره عادت ماهانتون به چه صورت بود؟ این در درجه اول. در درجه دوم، شما قبل از این که سمینار داشته باشی تجسم بکنین که سمینار دارین ران میکنین، تلفنتو بذار یه گوشه‌ای، از خودت فیلم برداری کن و نقش بازی کن، تئاتر بازی کن. فکر کن که داری سمینار رو جلوی 100 نفر 500 نفر داری اجرا میکنی و قشنگ تمام این صحبتاتو بکن، تمام نوتاتو، اگه پاورپوینت هر چی که هست قشنگ نقش بازی کن. این تمرین خیلی به شما اعتماد به نفس میده. بعد بشین نگاه کن، فیلمتو بشین نگاه کن و هر چی بیشتر، حالا چه با ضبط صدات و چه با فیلم برداری از خودت، چندین بار شما اگر تمرین بکنی به صورت ناخودآگاه شما اعتماد به نفس خیلی خیلی زیادی میگیری. اولا تمرین ها بهت کمک میکنه که سمینارت بهتر ارائه داده بشه، نقاط ضعف سمینارت رو میتونی متوجه بشی. دوم با تجسم کردن که الان توی تون تالار یا هر جا هستی همه نشستن و دارن گوش میکنن، با تجسم کردنش اون ترس و استراب شما ناخودآگاه اون روز کمتر میشه. و بعد اون روزی هم که سمینار میخوای داشته باشی، قبل از اینکه سمینارت شروع بشه برو دستشوی یه جایی هر جا که میتونی یا هوای آزاد، چند تا نفس عمیق از طرف بینید بکش، نگهدار توی قفسه سینه تا اونجایی که میتونی تو دلت بشور، بعد بده بیرون. چندین بار این حرکت رو انجام بده به صورت خاطر کمیکالی که از مغز ترشح میکنه به شما یه خلسه و آرامش میده، استرابتو ازت میگیره، استرستو ازت میگیره و بعد وایسا سمینارتو انجام بده و مطمئن باش از بار اولم خیلی خیلی بهتر میشه و گود لاک. خسته نباشید بانو. سلام خان دکتر، یه سوال داشتم، لطفا راهنماییم کنید. من و همسرم 3 سال نامزد بودیم، 8 ماه پیش ازدواج کردیم و اومدیم استرالیا. من دسترسی به مشاور ندارم اینجا، لطفا کمکم کنید. یه سوال داشتم در خصوص همسرم، اخلاقش خیلی خوبه، منو خیلی دوست داره، نجیبه، هیچ وقت رفتار غیر اخلاقی یا غیر نرمال ازش ندیدم. فقط چند بار اتفاقی دیدم توی گوشیش سایت های پورن سرچ کرده، یعنی قسمت هیستوریش. فکرمو خیلی مشغول کرده. باید چی کار کنم؟ بهش بگم یا به روی خودم نیارم؟ میدونم شوهرم مشکل اخلاقی نداره چون 4 سال با همیم. من کوچکترین چیزی ندیدم ازش، حتی راجع به این چیزها شوخی هم نمی کنه. میخواستم بدونم باید چجوری رفتار کنم. متشکرم. نه عزیزم، اولا که آقایون اصولا این کارو میکنن، بعضی خانم ها هم این کارو میکنن، پر نگاه میکنن، ولی اگر ایشون دائما روی لپتاپش و روی تلفنش دائما در حال پرن نگاه کردن بود، اون وقت میگفتیم اعتیاد به پرن دارن ایشون. ولی اگر که این چنین نیست، مداوم نیست، بهتره که با خودش صحبت بکنید در این مورد، احساستو بهش بگو و شلوغش هم نکن. برای اینکه پرن نگاه کردن اگر اعتیاد نشه اشکال نداره، برای اینکه نیاز جنسیتون رو، تحریک جنسیتون رو بیشتر میکنه هر دوتاتون رو. اصلا میاموزین پوزیشن های مختلف رو میتونین بیاموزین، ولی فقط و فقط به شرطی که به صورت اعتیاد نباشه و هر دو هم در جریانش باشین. اگر که احتیاج به همچین کمک هایی دارین، اگر که میتونه بیشتر رابطه جنسیتون رو بهتر بکنه، هیچ اشکالی نداره. پس بهتره که با خودشون صحبت بکنیم و لطفاً بازم تکرار میکنم، شلوغش نکن، اذیت نه خودتو بکن نه ایشونت، باش در میون بذاری مسئله رو و گود لک. سپاسگزارم بانو.
و اما ایمیل نهمی که یه مقدارم طولانی است. سلام خانم دکتر، من برنامه های شما را از من و تو دنبال میکنم. شدیداً به کمکتون احتیاج دارم. ممنون میشم راهنماییم کنید و کمک کنید از این بحران خارج شم. من 32 ساله هستم و در تهران مستقل زندگی میکنم. 4 سال پیش تو دانشگاه با آقای آشنا شدم که متأهل بود و بچه داشت. با تمام خطوط قرمزی که برای رابطه‌مون با آدم‌های متعهد و حتی متعهد به رابطه داشتم با ایشون وارد رابطه شدم. هنوز هم با هم در ارتباطیم. دلیل قبول این رابطه هم نشون دادن علاقه بیش از اندازه این آقا به من بود و اینکه با وجود متعهد بودن به شدت برای من وقت می‌ذاشت. حتی روزهای جمعه هم همدیگر رو می‌دیدیم و هر وقت ازش می‌پرسیدم تکلیف این رابطه چی میشه، میگفت الان بچه‌م کوچیکه و تا 3-4 سال دیگه تصمیمی نمیتونم بگیرم. الان 4 ساله شده، حس می‌کنم به شدت به این رابطه کم رنگ شده. هرچه قبل‌ترها از اینها وقتی حرفی از رفتنم می‌شد، عشق تو چشماش جمع می شد و می گفت هیچ کس مثل من تو رو دوست نداره و هزاران کار می کرد که بیشتر دل منو ببره و در تمام طول این 4 سال به شدت به روابط من با آدم ها سخت گیر بود و شدیدن هم منو چک می کرد و بی خبر می اومد دم خونم که مطمئن باشه من با این رابطه به این رابطه پایبندم. ولی الان طوری شده که من دیگه اولویت اولش نیستم. راحت ترین کسی که در از برنامه هاش خط می خوره منم، در صورتی که قبلا حتی حاضر بود خانومش با اورژانس بره جایی که بتونه، با آژانس بره جایی که بتونه تو اون زمان من رو برسونه سر کار. خانم دکتر، با تمام وجود میدونم اشتباه من بود که وارد این رابطه شدم، ولی متاسفانه من بی نهایت به این آقا علاقه مند شدم و 4 سال بهترین روزهای زندگیم رو باهاش بودم و وقتی الان میبینم اینقدر اون آدم عوض شده و به راحتی منو نادیده میگیره، دارم دیوونه میشم. میدونم باید تموم کنم ولی توانش رو ندارم. توان فکر کردن به این از این به بعد، بعد ساعت کاریش، جای اینکه بیاد دنبالم، من زودتر میره خونه و رابطش با زنش بهتر و بهتر میشه. میدونم واقعا گفتن این حرف زشته چون حق واقعی اون زنه، ولی من زندگیم رو باختم چون اون آقا با علم به این که حاضر نیست از زنش جدا بشه با من وارد رابطه شد و کارهایی کرد که من عاشق شدم و هی به من میگفت رابطه من و زنم اونطوری نیست که تو فکر میکنی. پس قصه نخور. خانم دکتر، ازتون خواهش میکنم کمکم کنید از این وضعیت آزاد بشم. من به گفته اطرافیانم یک دختر زیبا و باهوشم، فوق لیسانس دارم و از یک خانواده خوب هستم، ولی باز توان این رو ندارم از مردی جداشم که فقط یک تنوع میخواست تو زندگیش و اصرار داشت من اشتباه فکر میکنم و واقعا منو دوست داره. خواهش میکنم راهنماییم کنید. ای مهربانو، شما باهوش نیستی. اگر باهوش بودی 4 سال خودتو سر کار نمیذاشتی. 4 سال اجازه نمیدادی که یک مرد خائن به زن و بچه خود شما رو سر کار بذاره و حالا این چنین باد بکنه. چرا اینقدر سخت گرفتی؟ شما که میدونی اشتباه کردی. زمانی که انسان باهوش میگه اشتباه کردم، اشتباهم را تکرار نمی کنم و یا ادامه نمیدم. پس یه جای دیگه ثابت شد که باهوش نیستی. انسان باهوش متوجه خطاش میشه و خطاش رو متوقف میکنه. برای خودت حرمت قائل نیستی، برای خودت احترام قائل نیستی، برای خود خانواده خودت شخصیت قائل نیستی که خودتو اسیر یک مردی کردی که شما رو همش کنترل کرد، با ریموت کنترل شما رو چرخوند. به من میگی باهوشم، بعد میگی عاشقشی، عاشق یه مرد خودخواه خائن و کنترلگرا و خودشیفته. شما عادت کردی به ایشون، عاشقش نیستی که.
شما عادت کردی به رفتارهایی که میکرد باهات. متاسفانه حالا فهمیدی که سر کارت گذاشته. از کجا معلومه که شخص دیگه حالا نیومده تو زندگیش؟ شما دیگه عیی شدی. پس بیدار شو، اینقدر خودتو ناتوان نبین. یک مهربانویی که بالای 30 سالشه، 4 سال سر کار بوده، سر کار گذاشته شده و فوق لیسانس داره و از یک خانواده خوب میاد، باید اینقدر خودشو حقیر کنه؟ بعد بگه من نمیتونم ازش جداشم، داره بهت بیمهری میکنه، داره با زندگی خودش بهتر شد، واسهش فان بودی عزیزم، معشوقش بودی، بعد هنوز فکر میکنی دوستش داری؟ شما فقط یک معشوقه بودی. از معشوقگی دست بکش، شما لیاقتت خیلی بالاتر از اینه که معشوقه باشی. ولی از این خطا درس بگیر و هرگز وارد رابطه ای نشو که طرف توی رابطه دیگه است. این یک درس بزرگی تو زندگیت بشه، باید بشه، و شما میتونی از حالا به بعد اگر به صورت درس بهش نگاه کنی، از این موضوع خودتو رها کنی و اصلا دیگه اجازه ندیم این نامرد و خائن اصلا با شما تماس بگیره. التماسش میکنه که بیاد دنبالت، به توجه کنه. انقدر بدبخت گدای عشق شدی، یه عشق کاذب. بیا بیرون، بیدار شو ای مهربانی، بیدار شو. حرمتت کجا رفته؟ شخصیتت کجا رفته؟ چرا انقدر خودتو حقیر کردی؟ شما باید به ایشون بگی نه. شما باید سفت و محکم به ایسته بگی گه نمیخوام ریخت تو ببینم، برو گم شو تا قدرت پیدا کنی. گریه میکنی، دلت واسش تمیشه، بشه نمیمیری، نه ترس نمیمیری، فقط حرمت تو، احترام خود و خانواده تو و یک زن و یک مهربانو رو داری میبری بالا با تموم کردن این رابطه، یک رابطه یه مسموم که فقط 4 سال از دست دادی، بهترین سن تو، بهترین زمان تو، ولی هرگز دیر نیست جلوی آسیب رو گرفتن و جلوی ضرر رو گرفتن. و گود لاک عزیزم، لیاقتت خیلی خیلی بیشتر از این است. حرمتت یادت نره هرگز. گود لاک عزیزم. سپاس بانو. و آخرین نامه یا ایمیل. سلام خدمت خانم دکتر عزیز. خانم بابک، از روزی که فهمیدم زندگی چیه فقط مشکل داشتیم. درسمو خوندم، گفتم همه چیز درست میشه، ولی مدتی دنبال کار میگردم نیست. یک سالیه میشه با یه آقا آشنا شدم، ولی متاسفانه متأهله، میگه عاشق زنم نیستم. در 2 کشور متفاوت زندگی میکنن. خواهش میکنم راهنماییم کنید. بعد جوری تحت فشارم از همه لحاظ، خانواده و کار و احساسی. وای خانم ارشادی، میبینین ما چقدر نامه خیانت داریم؟ خیانت به یک زندگی زناشویی. جامعه رو شما نگاه کنید، اکثر آقایون یا خانمایی هم که خیانت میکنن به شوهر یا زنشون همینو میگن، یعنی رابطه با همسرم خوب نیست. زمانی که رابطه با همسرت خوب نیست، اول یا توی رابطه هستی مشکل داری با رابطه، اون مشکل رو حل کن یا رابطه رو تموم کن، بعد وارد رابطه دیگه بشو. الان تو ای مهربانو چی میگی؟ این آقا همسر داره، همسرش توی کشور دیگه است، حالا معشوقه میخواد؟ تکلیفش رو اول با اون همسرش روشن بکنه و بعد حوث یه یار دیگه بکنه. خودتو قاطی نکن با این معضل بزرگ. این مسئله جدیه، معضل بزرگیه. به ایشون بگو شما هر وقت مشکلت حل شد، هر وقت جدا شدی، اگر میخوای، نه به خاطر من نمیخوام به خاطر من جدا بشی، اول مشکلتو حل کن، بعد تازه یه زمانی هم باید به خودت بدی، مجرد بمانی و بعد بری سراغ یک زن یا دختری که میخوای. همینطوری من مثل دیگری نیستم یا بعضی از دیگران که معشوقه تو بشم زمانی که تو همسر داری. مهم نیست همسرت در کنار تو، در زیر سقف تو زندگی میکنه یا در کشور دیگه است. تو همسر داری
و من وارد هیچ رابطه این چنینی نمیشم. حتی اگر ایشون زن تو نبود و دوست دخترت بود، باز هم من وارد این رابطه نمیشدم. اول تکلیفت رو روشن کن و بعد برو سراغ یار دیگر و تمام. و گود لاک عزیزم. خسته نباشید بانو، ممنونم. واقعا چه جامعه‌ای شده در ایران که به قول شما چقدر مسئله خیانت و این مسائل براشون عادیه. میگه دوستش دارم ولی چیکار کنم. به هر صورت امیدوارم که موفق و مؤید باشین و تا نیم ساعت دیگه که برنامه شاد شاد تالنت شو رو داریم در خدمت بانو میترا بابک عزیز هستیم تا همه برنامه ها رو با ایشون هنرمندان رو معرفی کنید. در این بخش از برنامه آرامش درون، بانو اگر صحبتی دارید بفرمایید، با کمال میل میشنویم. حتما امیدوارم که ما بتونیم، من و شما، من و ما، من و تو، تو تو، همه ما با هم بستگیمون، بتونیم یک جامعه سالم رو تشکیل بدیم. ولی جامعه سالم از من شروع میشه. وقتی من خودم رو تغییر بدم، خانواده تغییر میکنه، خانواده میشه جامعه، جامعه میشه سیاست. امیدوارم ما بتونیم یه همچین جامعه رو با همدیگر تشکیل بدیم. یه کلیپی هستش من برای شما فرستادم، حالا باز میفرستم، یا اگر امکان داره شما بعد از برنامه این کلیپ رو پخش کنین. این کلیپ بسیار کلیپ مهمیه. فقط اسمشون برای یه لحظه یادم رفت، شما لطف کنید. آقای جوان مردی، آقای بله. جوان مردی یا عزیز کرد ما هستن که در وایس آف آمریکا فعالیت دارن و بعضی مواقع کلیپ های بسیار بسیار صحبت های بسیار مهمی رو ایشون باز میکنن، خیلی جالب و عمیق باز میکنن. اطلاعاتی که به ما رسیده و من رو در وبسایت برای شما بفرستم، معذرت میخوام. اگر براتون امکان داره من همین الان براتون میفرستم، شما لطف کنین اینو پخش بکنین، برای اینکه بسیار مهمه که عزیزان این صدا رو بارها و بارها بشنوند و حق های جمهوری اسلامی و خائنین به مردم رو به اسم وطن دوست و یا وطن پرست بشنون، آگاهی پیدا بکنن و حواسمون رو جمع کنن. سپاسگزارم بانو. بفرستید در تلگرام، چشمن یک ترانه پخش میکنم و حتما این رو بعد از ترانه میگذارم که عزیزان شنونده بشنون. تا نیم ساعت دیگه هم در خدمت شما نازنین باشیم. بانو این دفعه چایی با باقلوا بخورید. عزیزان یادتون باشه برنامه تلنشای ما یادتون نره، میتونید حتی بیاید روی خط با ما مستقیم صحبت بکنید و از هنرها و تلنت هاتون صحبت بکنید. چشم، الان من میرم یه چیزی بخورم. نه باقلوا، چون من امروز باقلوا از همکارم گرفتم، چون از کشور بوسنی میان. بعد دیگه ما رمضونشون بوده، روزه بودن، بعد دیگه باقلوا درست کردن، گفتم امروز خیلی جانه برای پس خانم ارشادی. حالا که دوستی میذارم بغلش، عالیه. حالا که دوستی از بوسنیا داری، من امروز صبح توی اینستاگرام یه رقص خیلی زیبای روستایی بوسنیایی رو پخش کردم، حتما برای ایشون بفرستید. حتما این کارو میکنم، بسیار زیباست رقصشون. حتما میبوسمتون بانو. تا نیم ساعت دیگه حتما. خدا نگهدار. همچنین شنوندگان عزیز، در برنامه آرامش درون امیدواریم که همیشه درونتون در آرامش و جسمتون سالم.